که به ذهن من حالا اول برنامه میرسه، به نظر من باید یکم بستش بدیم، گسترش بدیم تا ببینیم مثلا اشکالاتش کجاست. ولی چند تا نکته که اولش به ذهن من میرسه این که اولا که اگر توافق باشد بین تمام کسانی که تو این روابط جنسی نقش یا تأثیر دارند، به نظر من تا اینجا یه بخش مهمی از اشکالات رو برطرف کرد. این یه نکته دیگه این که مسئله بهداشتیش و اینا، چون وقتی روابط جنسی آزاد میگیم احتمالاً ممکنه تعدادش هم افزایش پیدا بکنه، اون مسئله بهداشتی و اینا هم اگه رعایت بشه فکر میکنم که مثلا اشکالات دیگه‌اش هم برطرف میشه. ولی فکر میکنم بیشترین بخشش همون توافقیه که همه کسانی که تأثیر یا نقش توی این نوع روابط دارن با هم توافق داشته باشن توی این رابطه. به نظر من اشکال دیگه ای نمیاد. همه کسایی که تأثیر دارن باید توافق داشته باشن. همه کسایی که تأثیر یا نقش مستقیم ها، منظور من مثلا فرض کنید که من با کس دیگری رابطه جنسی دارم، حالا میخوام با کس دیگری هم رابطه جنسی داشته باشم، این قبلیه هم چون با من رابطه جنسی داره، چون تأثیر میپذیر از رابطه جنسی من با نفر دیگر، این هم باید با من توافق داشته باشه سر این. خب شما میخواین با یه نفر رابطه جنسی داشته باشید، باباش راضی نیست. خب باباش که به اون رابطه جنسی مربوط نیست که، من گفتم همه کسانی که در رابطه جنسی تأثیر یا نقش، شوهرش راضی نیست. خب شوهرش راضی نیست، من به نظرم اشکال داره. اوکی، که شوهرش راضی نباشه مشکله، ولی باباش راضی نباشه مشکل نیست. آره، برای اینکه شوهرش رابطه جنسی داره با این آدم دیگه. باید رابطه تمام دیگه. کسایی که رابطه جنسی، چرا باید این، چرا این معیاره، چرا تمام کسایی که رابطه جنسی دارن با این شخص باید راضی باشه؟ برای اینکه اونا هم که احتمالاً بیشترین صدمه رو یا بیشترین لذت رو ممکنه ببرن. یعنی اون، نه اگه باباش بیشتر ناراحت شه، مثلا فرض کن شوهرش مگه مهم نیست، برو با هر کی میخواد بخواب، تو هم بری ممنون بری بخوابی، ولی باباش اصلا قلبش بشکنه، اصلا انقدر ناراحت بشه، اصلا خودکشی کنه، بگی من دخترم هم شوهر داره هم دوست پسر داره، این چه من چه فاجعه‌ای شده، برم خودکشی کنم. نه فکر میکنم، حالا نمیدونم چرا معیار رابطه جنسی رو گذاشتم وسطش، ولی باید بهش فکر کنم. به نظر تو چرا نباید اینطوری باشه؟ حالا نمیگم تو میگی باید باشه یا نباشه، به نظر تو معیار خوبی نیست؟ من ببین، بدون که فکر بکنم، به نظر میرسه معیار باید این باشه، چون ولی شاید نرم بر این هست که مثلا ما میگیم خیانت کار بدیه، درسته؟ ولی چون ما لیبرال هستیم میگیم خب بابام راضی نبود، به تخمم که بابام راضی نبود یا به تخمم که باباش راضی نبود. یعنی فکر کنم اینو قبول کردیم که اینا این اون اشکال داره این اشکال نداره، ولی خیلی فکر نکردیم که خب چرا اون اشکال داره ولی این اشکال نداره. یعنی فکر کنم روش فکر نکردیم، برای منم نمیدونم. خب بذار یه کار دیگه، آرمین اجازه، آرمین واژه خیانت رو استفاده کردیم، خیانت رو اینجا معنی کن ببینیم اول نظرت. نه همینو میگم، میگم ما معنی نکردیم. نه ببین، ما همینو، ببین دارم همینو میگم، دقیقاً دارم میگم که ما به این دلیل الان داریم حساس، یعنی نوید میخواد تو تعریف رابطه جنسی که مشکل داره، داره یه چیزی رو میچپونه که فکر کنم ربط داره به اون چیزی که ما بهش میگیم خیانت. خب ولی میخواد مثلا، داره میگه که کسی که رابطه جنسی داره با این شخص، اون هم باید راضی باشه تا ما با اون شخص رابطه جنسی داشته باشیم، چون فکر کنم نوید برای این داره اینو میگه که اگه این رعایت نشه به اون میگیم خیانت. یعنی این اصلی، این اصلی که الان نوید اینجا معرفی کرد، اگه این شکسته بشه یا اون، به اون میگیم خیانت. خب یعنی مثلا یه نفر حالا اسمش مهم نیست که بهش میگیم خیانت یا نه، من بیشتر به این هزینهش دارم فکر میکنم. آره ولی من میگم این که تو، من میگم که این که تو هزینه این برات مهمه، ولی هزینه این که مثلا قلب باباش بشکنه برات مهم نیست، به خاطر اینکه یه فضیلتی رو ما قبول کردیم، ولی یعنی مقدار هزینه برام مهم نیست. آره میپذیرم ولی حالا میتونم تعریفمو یکم حالا بهترش بکنم، یعنی چیزو معیارو، که اگر هزینه این روابط جنسی آزاد از سودشون بیشتر باشه اشکال داره. حالا اگر تو مورد خاصی پدر این آدم، پدر اون مرد یا زن، انقدر ناراحت میشه که ممکنه خودکشی بکنه، خب معلومه این رابطه جنسی آزاد ممکنه مضر باشه، پس اون موقع باید یا باید به شیوه این رابطه برقرار بشه که
این اتفاق نیفته، پدر خودکشی نکنه یا متوجه نشه یا هرچی، یا به نظرم شاید اون موقع دیگه باید در نظر گرفته بشه. خب پس یکیشو کرده بودی قاعده، یکیشو کرده بودی سیچوئشنال، یکیشو کرده بودی ببینیم چی میشه. یعنی اونی که مثلا فرض کن که این که مثلا کسی که رابطه جنسی مستقیم با این شخص داره رو راضی نباشه پس ما باهاش سکس نداشته باشیم، اونو کرده بودی قاعده، یعنی در هیچ شرایطی این درست نیست. ولی اون یکی رو میبینیم حالا شرایط چجوریه. خب چرا اون یکی هم سیچوئشنال نیست؟ مثلا شاید مثلا شوهره راضی نباشه، میگه من نه من راضی نیستم تو بری، مثلا هم من زن منی ولی حالا میخوای بری دوست پسرم بگیری، من راضی نیستم. ولی مثلا حالا اگه رفتم این کارو کرد مثلا خیلی مثلا مهم نیست، یه ذره ناراحت میشه. خب پس چرا اون بابای باید خیلی ناراحت بشه که تو بگی که باشه پس این کارو نمیکنم، ولی این شوهر یه ذره هم ناراحت بشه بگی نه این اصله، این این تا اصلا باید رضایت کامل داشته باشه. خب خب اینجا آخ واسه اینکه اون معیار رابطه جنسی هم هست دیگه تو زن، تو قضیه شوهره. خب چرا فقط چون خب نه بابا چرا... چون فقط خب نه تو داری یه چیزی، یه بخشی از بدنشو داره شیر با پدرش که اونو شیر نمیکنه، داره بخشی از بدنشو شیر میکنه که با این آدم هم قبلا شیر کرده یا قراره شیر بکنه بعد. باشه ولی چرا فقط چرا اینجا... تمام کسانی که این خانومو دارن میکنن باید راضی باشن و کسایی که این خانومو نمیکنن اگه راضی نیستن مهم نیست؟ این چرا شرطش اینه؟ برای اینکه لذتی که این خانم داره میبره از بخشیه که از بخشی از بدنشه که اونها هم دارن این لذت رو از همون بخش میبرن. خب این خیلی فرق میکنه با پدرش دیگه. میدونم پدرش فقط از نظر روانی، ببین پدرش چون یه فاکتور برای پدرش هست، یه فشار اجتماعی، حالا فشار روانیشه، ولی برای این آدمه غیر از اون فشار اجتماعی و فشار روانی موضوع رابطه جنسیش هم هستی، موضوع اون لذتی هم که قراره ببرم هستی. مگه لذتش بخش... کم میشه؟ همش عاطفیه. ببین اینکه آره ببین... ولی مگه... ولی دو تا فاکتور خانو... ولی دو تا فاکتور مثلا که یه بار مصرف که نیستن که. خب میدونم ولی به نظر میاد اینجا دو تا فاکتور دخیله، ولی اونجا تو پدره یه فاکتور دخیله، برام اون یه فاکتور باید یه ذره انگاری دوزش بالاتر باشه. من ولی نمیدونم که چرا مثلا کسی که به این خانم مثلا یا این مرد داره دست میزنه که رابطه جنسی داره، این یه چیز مثلا معنوی، یه چیز جادوییه که حالا این رابطه رو، این هزینه عاطفی رو ارزش. ببین من فکر میکنم خب دلیلی که اون به اون مثلا میگیم خیانت یا اون هزینه رو برای اون اهمیت بیشتر داره، خب به خاطر اینکه از تاریخی یه چیزی رو ما رواج دادیم، به خاطر اینکه مردها صاحب زنها بودن. خب یعنی وقتی با یه زن ازدواج میکنی یه جوری خریدیش. خب و... عکسش رو اصلا مثال بزن، عکسش هم آخه همین جوریه، زنها هم همین حس رو دارن. خب نه ولی زنها این حس رو به خاطر اینکه ببین به خاطر اینکه اون حس رواج داشت بین مردها که این مال منه پس تو من دارم اینو میکنم تو دست نزن، خب این رواج پیدا کرد. بعد که مثلا اومدیم گفتیم نه حقوق برابر و اینا، زنها هم گفتن این احساسی، این احساساتی که شما دارین که ما میخوام همون احساساتو داشته باشیم که مثلا تو میگی این مال منه، من میگم تو مال منی. خب ولی من میگم که این شاید از این پیشزمینه تاریخی اومده که مثلا اگه دیگه از خونه بابا رفتی بیرون دیگه رفتی به این نداره که بابا ناراحت باشه، بابا ناراحت نباشه، شوهر مهمه که ناراحت باشه یا شوهر ناراحت نباشه. برای همین میگیم به تخمم که بابا راضی نیست. تازه اگه تو خونه بابات هم زندگی میکردی الان بابای مهمتر شاید میشه. خب ولی یه جوری داریم میبینیم که صاحب این کیه یه جورایی، یعنی میگیم هزینش، هزینه ای رو که در نظر میگیریم که کدوم هزینه عاطفی کدومش مهمتره، داریم دنبال صاحب طرف میگردیم. نه من اگه این آدم تو خونه هم باشه، اگه پدرش به حد خودکشی نرسه هنوز، من میگم رابطه جنسی آزاد، چون تعهد با کسی نداره مهم نیست. آره ولی پدره رو خب گفتی که یعنی یه جوری کاربردگرایی نگاه کردی، ولی برای شوهره رو فضیلتگرایی نگاه کردی. خب برای شوهر صفر و صد بود تا راضی نباشه اصلا میگی نه، ولی برای پدره باید تا مثلا مرز خودکشی بره که تو بگی باشه بیخیال. حالا اونجا میتونیم یه تخفیفایی بدیم، مثلا اینکه شوهره ممکنه راضی نباشه ولی مثلا رابطه جنسی هم برقرار نمیکنه. خب اینجا به نظر من شاید مثلا بتونم بگم خیلی ایراد نداره یا ایرادش خیلی کمتره. کمه. یعنی اگه شوهره بگه نه من راضی نیستم تا بری با یکی دیگه بخوابی، ولی حالا اگه رفتیم حالا اونقدر مهم نیست و میگه خب پس اینجا هم اشکال نداره.
نه نمیگم اشکال نداره. من نه یه شرط دیگه گذاشتم، گفتم شوهره رابطه جنسی فقط شوهرشه، خب فقط به صورت رسمی شوهرشه ولی رابطه جنسی ندارن فرض کن. خب نمیتونه شوهره حالا به دلیل عدم توانایی یا هر دلیل دیگه نمیتونه مثلا رابطه جنسی داشته باشه با زنش. اگه زن حالا یا عکسش شوهره نگیم شوهره یا زنه، یه جوری بگیم که تقسیم کرده باشه، یا عکسش هم باشه، اگه یکی از طرفین نتونن اون یکی طرف این کارو بکنه، شاید خیلی ایراد براش قائل نشیم، فقط ایرادش از اون جهت تعهدی که دادن و اینا مثلا بتونیم بررسی کنیم. یه اونقدر مثلا اشکال نداره که جنسی دارن کدوم تعهدو که دادن. خب بازم با هم دیگه به اون نتیجه رسیدن، یه تعهد جدید ایجاد کردن بین خودشون دیگه. نه مثلا هنوز ناراضیه شوهره که تو با اینکه من با تو رابطه جنسی ندارم نباید بری بدی، ولی اگه بره بده مثلا یا بره بکنه هنوز میگه که خب باش من هنوز میتونم بگم که یه مقدار موجه‌تر از وقتیه که رابطه جنسی دارن و این کارو میکنه. چرا یه جوری انگار مثلا داری میگه اگه یه کسی داره رابطه جنسی با داره یه جورایی مثلا یه قفلی رو گذاشته رابطه جنسی رو خیلی بذار یه مثال یه جوری دیگه. مثلا این که تو فرض کن که من و تو یه پای مشترک داشته باشیم، یه چیزی شبیه یه پای مصنوعی مشترک داشته باشیم، دوتامون هم پامون قطعه، یه پای مصنوعی بیشتر نداریم، اینکه تو چی جوری از این پا استفاده میکنی و من قراره چی جوری بعدن از این پا استفاده بکنم مهمه دیگه. خب ببین فرقش میدونی چیه؟ فرقش اینه که وقتی ببین پای مصنوعی رو من دارم، موقعی که من دارم استفاده میکنم دیگه تو نمیتونی استفاده بکنی، خب؟ ولی رابطه جنسی فقط در موقعی شباهت داره با این که انقدر رابطه جنسی داری با این شخص که تا مثلا نصف روزتو گرفته دیگه اصلا وقت نداری برای طرف دیگه. معمولا رابطه‌های جنسی نه. چون زیر یه سر من این پارو گوش کن، نه گوش کن بذار من حرفم تموم میشه یه ذره نوید جان. خب من میگم معمولا رابطه‌های جنسی اینجوری نیست که مثلا تو اگه داری با یه نفر هستی دیگه مثلا نمیتونی با یه کسی دیگه باشی. خب معمولا زیر یه ساعت طول میکشه. خب معمولا هم اکثر آدم‌ها هر روز این کار انجام نمیدن، برای همین شما میتونی خیلی راحت هم با رابطه جنسی با چند نفر داشته باشی. با پای مصنوعی که تو گفتی فرق داره. خب نه بیا پای مصنوعی رو فرضمون رو اینجوری کن، من یه پای مصنوعی میخوام روزی نیم ساعت بیشتر لازمش ندارم، تو هم یه پای همین پای مصنوعی رو میخوای روزی نیم ساعت بیشتر نمیخوای. خب ولی هر وقت من میخوام از این پای مصنوعی استفاده بکنم باید تو رو در نظر بگیرم دیگه، که تو هم بعدا میخوای از این استفاده بکنم. خب از تنها چیزی که باید در نظر بگیری وقتشه، یعنی مثلا یعنی برنامه نه پارم خراب نکنم. مگه پا خراب؟ آها ببین باشه. نه ببین آها. نه باشه ببین در پاکه. هر صورت از با سکسی که زن خراب که نمیشه، با سکس مرد خراب نمیشه. با سکس میدونم خراب نمیشه، میدونم خراب نمیشه، ولی بالاخره یه حس روانی ایجاد میکنه. آها خب بس ببین رو... پس برگشتیم رو... برگشتیم به همون حس، فقط برگشتیم به عاطفه. پس ببین پا آره، پای مصنوعی صورت... فرق داره بخاطر اینکه اول پای مصنوعی تو این پارو با بابای یارو این پارو شریک نیست باهاش، این آدم این پارو شریک باهاش. ولی تنها چیزی که تو داری بهش اشاره میکنی اون چیزای عاطفیه. خب تو نمیتونی بگی من ارزشی بله. تو نمیتونی بگی که ارزش عاطفی باباه کمتره به خاطر اینکه رابطه جنسی با دخترش نداره. ممکنه بیشتر باشه کمتر. از کجا میگی؟ خب برای اینکه موضوع پاه. ببین بابای از اینکه این پارو نداره ناراحته، اگه این پارو به نمیتونی اندازه گیری بکنی از کجا میدونی؟ یعنی نمیتونی بیای تنگ کنی، داری یه چیز کلی میگی باشه تو بالاخره این عاطفه رو که نمیتونی در نظر نگیری تو محاسباته. نمیگم در نظر نگیری، من میگم ربطی با این نداره که یه کسی باش رابطه جنسی داره یا نداره. باید مقدار اگه روش تو باشه باید مقدار عاطفه رو در مقدار هزینه عاطفی رو در نظر بگیریم، نه اینکه بیای کلی بگی خب این رابطه جنسی داره خب پس بیشتره دیگه. خب باشه نه مقدار هزینه عاطفی رو در نظر بگیریم اب نداره، ولی مقدار هزینه عاطفی توی کسی که شریکن حالا به نظر بیشتر میاد تا حالا یه چیزی هم قبل از اینکه نوید حالا به بقیه که به بقیه برسیم گفتی توافق، من میگم بگیم توافق آگاهانه که بتونیم مثلا از اون مثلا محدودیت های مثلا سن کم هم حذف بکنیم باید. فقط نگو توافق. پس تو برای توافق یا رضایت آگاهانه. اوکی تو گفتی پس معیارهای تو رضایت آگاهانه بود و یه محدودیت های بهداشتی. آره اولش اینجوری بود، حالا یکم هم گسترش پیدا کردی. اگه آسیب ها خیلی شدید باشه برای اطرافیان شاید باید در نظر گرفت.
اوکی. به غیر از این هیچ اگه این دو تا داش رعایت میشد چیزی به ذهنم نمیرسه. اوکی. ببینیم آیا کسی دیگه میتونه چیزی معیارای دیگه بده که محدود بکنیم یا نه. یعنی به غیر از این هر کسی هر کاری دلش بخواد بکنه. درسته اگه این دو تا رعایت شده بود. آره به نظرم بکنم. اوکی. آره. حالا یه چیزی هم بعدن تو بحث میریم جلو، وقتی داریم میگیم محدودیتایی که میخوایم معرفی بکنیم برای روابط جنسی، باید مشخص بکنیم که داریم درباره محدودیت‌های قانونی صحبت میکنیم یا داریم درباره محدودیت‌های مثلا فشار اجتماعی صحبت میکنیم. خب مثلا یه سری محدودیت‌ها رو ما میتونیم بگیم که مثلا خیانت، خب میتونیم بگیم بله این از نظر ما درست نیست، ولی تنها محدودیتی که میخوایم برایش ایجاد بکنیم مثلا فشار اجتماعیه، یعنی مثلا نرمالیزش نکنیم، بگیم غیر اخلاقی این کار، ولی غیر قانونی نباید باشه. خب حالا باید ببینیم که چه چیزهایی رو میخوایم غیر قانونی باشه، ولی چه چیزهایی رو میگیم غیر اخلاقیه ولی قانون نباید واردش بشه. درسته؟ مثلا ما نمیخوایم توی کشوری زندگی بکنیم که مثلا خیانت به زن، به همسر، به شوهر یا زن غیر قانونی باشه، مثلا پلیس بتونه بیاد دستگیرت بکنه، حتی با اینکه غیر اخلاقی میدونیمش. درسته؟ آره میتونیم اونو در نظر بگیریم، ولی حتی توی کشورهایی که اینم غیر قانونی نیست و میشه این کارو کرد، انگاری یه پوانایی در نظر میگیرن برای بعضی جاها. البته تو سیویل کد، آره توی بخش حقوقیش، توی بخشی آره. که قرار اموال تقسیم بشه یا آره تو بخش حقوقی همه چی وارد میشه. تو بخش حقوقی شما مثلا ریموت هم مثلا آره میزنه ندونه وارد میشه. آره اون که همه چی وارد میشه. ما داریم بخش کریمینال لا صحبت میکنیم. اون چی میشه؟ اونجا نباید باشه. اونجا نباید وارد باشه. درسته. کریمینال لا و سیویل لا فارسی چی میشه؟ اینا رو ما فارسی بگیم. قانون جزایی و قانون مدنی فکر کنم. حالا قاسم جزایی و مدنی. یعنی باید وارد قسمت جزایی بش نشه، ولی مدنی اگه شد اشکال نداره. بله. اوکی. اوکی بریم سراغ خب بابا... آدم فایی نکته من اشاره کنم بگم، یکی از بچه ها توی چت روم نوشته، یعنی گفته بود، حالا فکرم نتونستنم بیام بالا، گفته که آر بینون کلمه ای که به کار بردی بسون کردنه، خودش جنسیت یا حالت جنسیت زده داره و نشاننده رابطه فرادست با فرودست هستش. میگه اونجا که استفاده کردی که یعنی از واژه کردن استفاده کردی. آره میگه... کردن و دادن و راست میگه، جاش بهتره اگه خاصی هم استفاده کنه. چرا مشکلش چیه؟ بیشتر فکر کنم مشکل ما تو واژه فارسی داریم. حالا آره آره به جاش میگه حال کرده. نه من نمیدونم یعنی دو طرفه شد... بشه، یعنی نه میخواد بگه که ببینید کردن تو فارسی از یک سمت به یک سمت، یعنی مرد است که فقط میکند و زن میدهد، انگاری یک کسی این ور یه چیزی داره از دست میده، یکی دیگه داره یه چیزی به دست میاره، یه امتیازی به دست میاره. شما توی این رابطه کردن و دادن دارید امتیاز رو به مرد میدید، انگاری اون دست بالا رو داره. یعنی مثلا تو فارسی مثلا این مثلا انگلیسی نیست که مثلا یه مرد بتونه به یه زن بگه بیا منو بکن، مثلا این معنی نداره. نه آره خیلی نمیشه. خب بیان رواج بدیم، بیان بگیم که هر دو طرف دارن همدیگر رو میکنن، نمیشه. آره خب همین مدل فارسیش کنیم. آره فارسیش بگیم هر دو طرف دارن همدیگر رو میکنن. آره خب چرا این رواج ندیم؟ به جای که حذفش بکنیم بیایم اینجوری معنی لغت عوض بکنیم، مثلا انگلیسیش. بچه‌ها میگن خب بگین سکس دارن، خب سکس خودش میشه انگلیسی بود. این که انگلیسیه. آره دارن همدیگه رو میکنن، هم زنه داره مرد رو میکنه، هم مرد داره زنه رو میکنه، این چه اشکالی؟ نه این بحث سر اینه که یه سری از واژه‌ها نیست برای ما تابوئه، نمیتونیم میریم معادل انگلیسیش خیلی برامون راحت‌تره بیان کردنش تا فارسی. چرا آخه استفاده کنیم از همین معادلای فارسیش، فارسی رو پاس بداریم اینجا. جمهوری بی خدایان